خب ببین، سوال سه میگه که یک تابع مشتق وزیره، یعنی تابع یه متغیر است و زد رو تعریف میکنیم اف وای تقسیم بر ایکس. میگه ثابت کنید یه همچین رابطه بین مشتقات جزئی زد نسبت به ایکس و وای برقرار. خب صورت سوال که مشخصه، اگه ابهامی هست بگیم. خب پس داره میگه که من اینو بزنم بره، بله پس اف یه تابع مشتق پذیریه از آر به آر و زد رو گرفتیم اف وای ایکس. خب الان دقت بکنید، به طور ضمنی یه جورایی داریم میگیم که زد یه تابعی از آر دو به آر دیگه، ایکس و وای رو میگیره یه عدد میده. یه که یه همچین رابطه بین مشتقات جزئی در واقع زد نسبت به ایکس و وای وجود داره. خیلی ساده است، در واقع بیایم مشتقات جزئی زد نسبت به ایکس رو حساب کنیم، نسبت به وای هم حساب کنیم، جایگذاری کنیم تو اون رابطه به دست بیاریم. مثلا مشتق جزئی زد نسبت به ایکس چی میشه؟ باید از چین رول استفاده کنیم دیگه، مشتق زنجیره ای. وقتی نسبت به ایکس مشتق جزئی میگیریم یعنی وای عدد ثابته انگار. پس ما ترکیب دو تا تابع رو داریم، یکی تابع اف، یکی تابع وای ایکس اومه. این هم یعنی ترکیب دیگه. پس بیایم مشتق F رو حساب بکنیم نسبت به آرگومانش، بعد بذاریم آرگومانش رو با X هم، بعد مشتق با X هم حساب بکنیم نسبت به X. خب مشتق F که میشه F پریم. دقت بکنید من میذارم F پریم دیگه، روند F به روند چیزی نمیذارم، چون F یه تابع یه متغیر است، یعنی دیگه مشتق جزئی لازم نیست اینجا بذاریم، مشتق عادی F. از این میشه f پریم y x هم ضرب داره مشتق تابع y x هم نسبت به x که y عدد ثابته. خب مشتق 1 x هم میشه منفی 1 تقسیم بر x، و y هم یه ضریب ثابته، مشتق y x هم میشه منفی y تقسیم بر x. از این ضرب داره منفی y تقسیم بر x میشه. این شد مشتق z نسبت به x. مشتق z نسبت به y هم حساب بکنیم، مشتق z نسبت به y میشه دوباره همینه، این بار دوباره مشتق f که همون میشه f پریم y x هم میشه، مشتق این رو نسبت به y میخوایم بگیریم، یعنی این بار x ثابته، یک x هم مثل یه ضریب ثابت ضرب شده تو y، مشتق y میشه 1، پس مشتق y x هم میشه 1 x هم. پس این ضرب داره 1 x هم میشه. خب این دوتا رو ما حساب کردیم، حالا جایگذاری میکنیم توی این رابطه ای که اینجا داریم، x ضرب در روند z به روند x، y ضرب در روند z به روند y. خب x ضرب در این باید بشه، یه x از این مخرج کم میشه، میشه فریم y x هم ضرب در منفی y x هم، به علاوه یه y هم ضرب در این باید بکنیم، میشه فریم y x هم ضرب در y x هم، که خب همونطور که میبینید اینا منفی هم هن دیگه کاملا، بنابراین میشه صفر حاصلش. خب این پس از این سوال، با همین نکته ای اگر هست بفرمایید. این سوالم چون یه جور مشتق زنجیره‌ای مرتبه دوم هست، جالب حل بکنیم سوال چهار رو. در واقع همون مشتق زنجیره چین روله، یعنی زد بر حسب ایکس و وای نوشته شده، ایکس و وای هر کدوم بر حسب اس و تی نوشته شدن، حالا مشتق دوم زد نسبت به اس و تی رو میخواد، منتها میخواد که اینو بر حسب
مشتقات جزئی F بنویسیم. خب پس فرضها رو بنویسیم. فرضهای ما اینجا چی هستن؟ زد هست اف ایکس و وای، ایکس هست دو اس و علاوه سه تی، و وای هست ST. بنابراین زد رو به عنوان تابعی از SOT که حالا نگاه کنیم چطوریه، در واقع SOT انگار میرن به ایکس و وای، بعد ایکس و وای از طریق F میرن به زد. حالا این تابعی که SOT رو میگیره و ایکس و وای رو میده، میتونیم یه اسمی هم براش بذاریم، مثلا اسمشو بذاریم G. در واقع الان این G یه تابعی از R2 به R2، دو تا عدد میگیره دو تا عدد میده، F تابعی از R رو به R. البته از G تو راه حل استفاده خاصی نمیشه، ولی این نگاه بهش رو داشته باشیم. عذر میخوام یه لحظه، من الان میام. ببخشید بچه ها، یک تماسی از دانشگاه بود، بعد پاسخ میدادم. خب کجا بودیم؟ بله، میخواستیم مشتقات، مثلا مشتق دومه زد رو نسبت به اس و تی، اینو می‌خواستیم حساب کنیم. خب ببین، بعد اول به مشتق اول زد رو حساب کنیم، خودم چه یه تابعی و دوباره از اون مشتق بگیریم. مثلا میتونیم اول از زد نسبت به تی مشتق بگیریم، بعد نسبت به اس مشتق بگیریم. خب ولی البته دقت کنید که هر دوتاش میشه، یعنی این که میتونیم هم اول نسبت به اس مشتق بگیریم بعد نسبت به تی. این قضیه کلی رو ما داریم که مشتقات جزئی مرتبه دوم با هم جابجا میشن، یعنی اول نسبت به تی بعد اس، مثل اینه که اول نسبت به اس بعد تی. خب پس اول بیایم این داخلیه رو حساب بکنیم، روند زد به روند تی. این مثل مثال قبلیه دیگه. اینجا عرض تفاوتش اینه که حالا F یه تابع دو متغیر است. اینجا از مشتق زنجیره‌ای دو متغیر باید استفاده بکنیم که خب بلدین دیگه. در واقع میگیم که این مساوی میشه با روند F به روند X در روند X به روند T، بله به روند F به روند Y در روند Y به روند T. درسته، این چین رول چند متغیر است در واقع. خب روند F روند X که از این ساده تر نمیشه کردش، چون F ما داده نشده، اصلا هدف اینه که بر حسب همینا بنویسیمش. روند F روند Y هم همینطور، ولی روند X به روند T و روند Y به روند T رو میتونیم الان حساب بکنیم. روند X به روند T میشه از این رابطه نسبت T مشتق بگیریم میشه 3، روند Y به روند T میشه از این نسبت به T مشتق جزئی بگیریم میشه S. این مساوی شد با سه تا، من دیگه اون مشتق جزئی رو اینجوری می‌نویسم که خلاصه تر باشه، سه تا اف ایکس به علاوه اس تا اف وای. این شد روند زد به روند تی. حالا دقت کنید همین رابطه‌ای که ما نوشتیم، حالا یکم اینجا شاید این رابطه دقت بخواد، اگر نه آدم ممکنه گیج بشه. ببینید ما الان می‌خوایم از این موجود نسبت به اس مشتق بگیریم. حالا این موجود اگه یکم کامل تر بخوایم بنویسیمش، این در واقع اف ایکس تو نقطه ایکس و وایه، اینم اف وای تو نقطه ایکس و وایه. از این جهت یکم پیچیده است که توش هم ایکس و وای داره هم اس داره، یعنی کاملا بر حسب ایکس و وای نیست، یه تیکش هم بر حسب اسه.
اما اگر اینو دقت بکنیم که به هر حال چون x و y تابعی از s و t هم، برعکسش هم درسته، یعنی ما میتونیم s و t هم بر حسب x و y بنویسیم. حالا نیازی نداریم واقعا بنویسیم فرمولشو، ولی به هر حال میشه نوشت، یعنی s و t هم تابعی از x و y هم. در نتیجه این s رو میشه به جایش تابعی از x و y گذاشت، منتها بعد این دو معادله دو مجهول رو حل بکنیم، s و t رو به حسب x و y به دست بیاریم، ولی اینجا نیازی به اون کار نداریم، یعنی فقط باید مفهومش تو ذهنمون باشه که این s در واقع خودش تابعی از x و y اینجا. خب حالا به هر حال میخوایم از این عبارت مشتق مثال به s بگیریم. خب طبیعتا یه بار از این مشتق مثال به s باید بگیریم، یه بار هم از این مشتق مثال به s بگیریم. اولی کار راحته چون توش s نداره، فقط x و y داره. در نتیجه وقتی میخوایم از این نسبت به s مشتق بگیریم، همون کاری رو باید بکنیم که اینجا کردیم. اینجا میخواستیم از f نسبت به t مشتق بگیریم، اینجا میخوایم از fx نسبت به s مشتق بگیریم. یعنی چجوری مینویسیم؟ مینویسیم که پس من اول این شکلی بنویسم، سه تا روند به روند s fx x و y به علاوه روند روند S S F Y X و Y. خب حالا هر کدوم ما محاسبهش رو توضیح بدیم. خب اول این گفتیم که شبیه بالاییه. وقتی میخوایم روند روند S رو حساب بکنیم، یعنی میشه روند روند X این ضرب در روند X به روند S، بنابراین پس میشه روند روند X F X روند روند x f x رو دیگه من میذارم f x x برای سادگی، پس این میشه f x x ضرب در روند x به روند s به علاوه روند روند y f x که این میشه f x y f y x فرق نداره با هم مساویه، ضرب در روند y به روند s. درسته؟ این میشه این عبارت که حالا اینا رو باز میتونیم الان ساده تر بکنیم. روند x به روند s میشه چی؟ از این نسبت به s مشتق بگیریم میشه 2. روند y به روند s هم یعنی نسبت به s مشتق بگیریم میشه t. بنابراین این هست 2، این هم هست t. پس کلا اون جمله شد، اون 3 شو که بنویسیم، 3 تا ضرب داره اینم 2 میشه 6 تا fxx به علاوه 3 t fxy. این شد کل این. خب حالا این یکی رو بنویسیم. این یکی این ضرب دو تا چیزه، s در این. وقتی میخوایم نسبت به s مشتق بگیریم، از این کارمون راحت، مشتق حاصل ضرب رو بنویسیم دیگه، یعنی میشه مشتق این ضرب در کل این علاوه مشتق این ضرب در کل این، یعنی میشه مشتق این که میشه 1، میشه fy x و y به علاوه s ضرب در مشتق این نسبت به s، s ضرب در روند روند s f y x و y. درسته که این که دیگه اوکیه، ساده تر نمیتونیم بکنیمش، اینو باید ساده کنیم که خب اینو شبیه همینو باید انجام بدیم، یعنی میشه مشتق این نسبت به x ضرب در مشتق x نسبت به s که میشه f x y روند x به روند s به علاوه مشتق این نسبت به y مشتق y نسبت به s. این دوباره میشه 2، این هم میشه t، پس این شد 2 fxy به علاوه t fy y ضرب در این s بکنیم و با اون جمع کنیم، حاصلش این میشه به علاوه 2 s fxy به علاوه s t fy y که این به علاوه این میشه، این میشه جواب. حالا فکر کنم البته توی یه نقطه خاص از ما خواسته بود سوال، ببینیم. نه دیگه توی نقطه خاص نیست، همین. حالا اگر یه نقطه خاص هم به ما داده بود، مثلا S و T رو داده بود، خب دیگه جایگذاری میکردیم این S و T و اینا رو هم عدداش رو جایگذاری میکردیم و دیگه یک عبارتی به اسم مشتق جزئیه F نسبت به X و Y میشه. خب مسیر کلی روشن بود، حالا جزئیات شو یه بار خودتون خوب انجام بدین برای اینکه کاملا مطمئن بشین که فهمیدین، ولی ایده کلی مشخصه دیگه، باید به نحو مناسبی از
مشتق زنجیره‌ای استفاده بکنیم. خب این هم از این سال. خب سوال پنج هم بعد نیست فکر میکنم ما جزو درسمون بوده دیگه این مفهوم، یعنی براره ماس بر منحنی مشترک. آره سوال پنجم بعد نیست اینم حل کنیم. سوال پنج چی میگه؟ میگه که این دوتا معادله رو داریم، x2 برای y2 مساوی 2، y2 برای z2 مساوی 2، اینا تو فضای سه بعدی در واقع هستن، x و y و z. یه نقطه هم داریم که تو دو معادله صدق میکنه، نگاه کنین 1 و منفی 1 و 1 جایگذاری بکنیم تو هر دو معادله صدق میکنه. وقتی دو تا معادله داریم اینا توی فضا هر کدوم یه شکلی میشن، یه شکل دو بعدی میشن، یه سطح دو بعدی میشن، و چون هر دو از این نقطه میگذرن اشتراک این دوتا با هم یه منحنی میشه، به اصطلاح منحنی مشترک اون دوتا معادله میشه. منحنی یه بردار مماس داره، سوال از ما خواسته که اون بردار مماس رو پیدا بکنیم. خب ببینیم چه جوریه این. خب یکی بکشیم، یک تصوری داشته باشیم از این مجموعه ها، یه دستگاه مختصد سه بعدی بگیریم x و این هم y و این هم z. معادله اول x دو علاوه y دو مساوی دوه. خب سوال باید مساوی دو، اگر ما توی صفحه بودیم یعنی اگر فقط x و y داشتیم چه موجود هندسی میشد؟ شما بگید x دو برابر y دو مساوی دو چه شکلی تو صفحه میشه؟ دایره. بله دیگه این دایره است، این دایره میشه مثلا به شعاع رادیکال دو در واقع از یه دایره میشه وقتی فقط تو صفحه x y، وقتی زدی در کار نیست این شعاعش هم رادیکال دو. ولی وقتی که زد هم داریم، خب ببین ما الان تو فضای سه بعدی هستیم اما این معادله زد نداره، یعنی نسبت به زد اصلا بی تفاوته، زد بی اهمیت، یعنی زدش هر چیزی میتونه باشه. یعنی شما انگار بیاین توی این صفحه x y، یعنی این صفحه‌ای که این دوتا محور تشکیل میدن، اون دایره رو بکشین. حالا من دیگه چون افقی صفحه یکم مایل میکشمش، این یه ولی دایره فعلا، یه دایره به شعاع رادیکال دوه به مرکز مبدأ. بعد همه زدا رو یعنی در واقع در راستای زد اینو انتقال بدین، میشه چی؟ حاصلش یه دونه استوانه میشه دیگه، یه استوانه بی نهایت میشه در واقع شکل این معادله. این وضعیت معادله x دو علاوه y دو مساوی دو توی فضا. معادله دومی y دو علاوه z دو مساوی دو، این دیگه همون جوریه منطق کلیش، این بار تو صفحه y و z ما باید یه دایره بکشیم بعد در راستای x همینجوری انتقالش بدیم به همه x ها. از این دفعه یه دایره این شکلی داریم تو صفحه y z بعد این رو باید در این راستا ادامه بدیم. این هم پس میشه یه دونه
در واقع معادله وای دو به علاوه زد دو مساوی دو بود دیگه. بله را این دو تا استوانه هر دو شامل این نقطه یک و منفی یک و یک هستن. یک و منفی یک و یک کجا میشه حدودن؟ یعنی اینجا یک مثلا وایش منفی یک، یعنی بیایم اینجا زدش هم یک، یه نقطه مثلا اینجاها. نقطه تلاقی این دوتا استوانه چه شکلی میشه؟ البته من خودم تصوری ندارم، برای حل سوالم ضروری نیست این که حتما تصور هندسی داشته باشیم، ولی خوبه تصور هندسی داشته باشیم. دوتا استوانه با شعاع برابر به صورت عمود با هم تلاقی کنن، احساسم اینه همچین شکلی. در واقع این دوتا نقطه که نقطه تلاقی هستن، نقطه منفی، حالا دیگه نمی نویسمش، نقطه منفی صفر و منفی رادیکال دو صفر، صفر و رادیکال دو صفر. بفهمی؟ یه صفحه نمیشه؟ نه نه صفحه نمیشه، یه شکل خمیدی، منحنی خمیده میشه، قطعا صفحه نمیشه به خاطر اینکه بذارین. البته بی ربطم به صفحه نیست، فکر کنم توی صفحه واقع میشه. ببینید ما دو تا معادله داریم، میگم اینا برای حل سوال ضروری نیستن، ولی گفتم یکم با این شکل هم بازی کنیم، یک دیدی به دست بیاریم. البته آره حرفتون بی ربط هم نیست ها، یه صفحه میاد تو کار. در واقع الان این دوتا معادله رو منها کنیم از هم، نتیجه میشه که x2 مساوی z2. درسته؟ x2 مساوی z2 هم تبدیل میشه به اینکه x مساوی مثبت منفی z. ها یعنی x مساوی z یا x مساوی منفی z، z یا منفی z، x مساوی z یا صفحه است. خب x مساوی z یا صفحه است، صفحه چه شکلیه؟ صفحه این اینجوریه، x مساوی منفی z هم که یه صفحه اینجوریه. در اون راستا باید این صفحه ها رو ادامه بدیم دیگه. در راستای z این صفحه ها رو به طور موازی ادامه بدیم. پس این تلاقیه رو دو تا صفحه واقع میشه. دقت کنید که اون صفحه ها از این نقطه هم میگذرن، از این نقطه هم میگذرن. پس من تصور اینه یه همچین شکلی میشه، از اینجا دو تا در واقع دو تا منحنی هن که توی این دو تا نقطه به هم تلاقی میکنن. یعنی یه صفحه رو دو تا مثلا بیزی میشن، دو تا بیزی میشن، چون شما وقتی یه استوانه دارید اگر یه صفحه باهاش تلاقی بدین، یه صفحه مایل، تلاقیش یه بیزی میشه دیگه. درسته؟ اینو میتونید تصور کنید. برای ما انگار صفحه x مساوی z دو با یکی از اینا تلاقی دادیم، با اون یکی هم تلاقی دادیم، دو تا بیزی میشه، همچین چیزی میشه. هر دو تا بیزی هم در این دو تا نقطه مشترکن. یه بیزی مثلا اینوری میشه، یه بیزی هم اینوری میشه. دو تا بیزی اینجوری که توی نقطه دو تا نقطه روبروی هم تلاقی دارن. حالا به هر حال اون نقطه ای که ما دنبالش هستیم روی یکی از این بیزی هست دیگه، من رنگ کم آوردم. اون نقطه ای که ما دنبالش هستیم اینه، مثلا نقطه یک و منفی یک و یک روی بیزی x مساوی z. به هر حال پس ما یه بیزی داریم تو فضا، میخوایم بردار مماسش رو پیدا کنیم. هر بیزی یه بردار مماس داره دیگه تو هر نقطه. هدف سوال این هست. اما حالا میگم الان توی حلش ما اصلا استفاده از این شکل نمی کنیم. ببینیم چه جوری میخوایم حلش کنیم.
وقتی ما یه معادله داریم، از نظر هندسی گفتیم این به معنی یک سطحی میشه دیگه، مثلا جای استوانه میشد. هر سطح یه دونه صفحه مماس داره، خب پس هر کدوم از این دوتا یه صفحه مماس تو این نقطه دارن، پس تلاقیشون میشه، بردار مماسش میشه اشتراک اون دوتا صفحه. پس ما باید صفحه مماس بر اینو به دست بیاریم تو اون نقطه، صفحه مماس بر اینم به دست بیاریم، بعد این دوتا صفحه رو با هم اشتراک بگیریم که دیگه میشه یه مسئله ساده دیگه، تلاقی دوتا صفحه. پس روشمون این خواهد بود: ابتدا صفحه مماس بر x2 به علاوه y2 مساوی 2 در نقطه 1 و منفی 1 و 1 را به دست می آوریم. سپس صفحه مماس بر y2 به علاوه z2 مساوی 2 در نقطه این را به دست می آوریم. سپس چیکار میکنیم؟ اشتراک دو صفحه، یا میتونیم مثلا تو هندسه فضایی میگن فصل مشترک دو تا صفحه، بگیم همون خط مشترک دو صفحه را به دست میآوریم. خب حالا اینا دیگه با در واقع استفاده از، حالا اینجا دو تا راه داریم، حالا الان که فکر کردم به ذهنم رسید که دو تا راه داریم، از کدوم بریم؟ هم میتونیم از گرادیان استفاده کنیم، هم میتونیم از تابع ضمنی استفاده بکنیم. ببینیم کدوم اینجا کار رو راحت تر میکنه. گرادیان به نظرم اینجا راحت تر هست. خب در واقع نکته اصلی که میخوایم از درس استفاده بکنیم اینجا اینه که یادآوری کنیم، یادآوری گرادیان هر تابع بر سطوح ترازش چیه؟ عموده. گرادیان F در هر نقطه بر سطح تراز F عمود است. یعنی الان ما توی مثلا f مون رو بگیریم x2 به علاوه y2، x2 به علاوه y2 مساوی 2، یه سطح تراز f دیگه. اگه f x و y بگیریم x2 به علاوه y، f x و y و z در واقع اینجا سه متغیر است، x2 به علاوه y2، گرادیان f چی میشه؟ تو نقطه 1 و منفی 1 و 1 اول تو نقطه x و y و z به دستش بیاریم، گرادیان f تو نقطه x و y و z میشه مشترکش نسبت به x میشه 2x، نسبت به y میشه 2y، نسبت به z میشه 0. پس تو نقطه 1 و منفی 1 و 1 میشه جایگذاری کنیم 2 و منفی 2 و 0. این برای این مجموعه اولی است. حالا ما یه برار داریم که عمود بر یه صفحه. باز این هم یادآوری کنیم، وقتی ما یه صفحه داریم عمود و بردار عمودش هم داریم، معادله اون صفحه رو راحت میتونستیم به دست بیاریم دیگه. در واقع میگفتیم که اگر در واقع یعنی اینجوری بگیم، معادله صفحه عمود بر مثلا یه بردار V که باشه V1, V2, V3 و گذرنده از مثلا یه نقطه بگیم X0, Y0, Z0 عبارت است از چی میشد؟ معادله صفحه‌ای که عمود برای برداره و از یه نقطه میگذره. اینجوری از ضرب داخلی استفاده میکنیم، میگفتیم که اون x و y و z هایی که در واقع بر اینجوری شکلش رو بکشیم راحت تر میشه فهمید. این اون نقطه ایه که صفحه ازش قراره بگذره، این هم یه نقطه ای روی اون صفحه است، شکل صفحه رو بکشم، این قراره صفحه باشه، این هم قراره بردار عمود باشه، بردار V.
معنیش اینه که هر نقطه ای رو این صفحه بگیرم، مثلا x و y و z، این بردار رو که به این وصل بکنم، این بردار عموده به بردار v. یعنی باید بگیم که ضرب داخلی v در برداری که وصل میکنه نقطه x صفر y صفر z صفر رو به نقطه x y z، که خب میشه x منهای x صفر، y منهای y صفر، z منهای z صفر، این مساوی صفر. این ضرب داخلی هم حالا باز میکنیم با توجه به اینکه v سه مؤلفه‌شو داریم، میشه v1 در x منهای x صفر، v2 در y منهای y صفر، v3 در z منهای z صفر مساوی صفر. این میشه معادله خطی صفحه‌ای که دنبالش هستیم. حالا ما همه چیز رو داریم، x صفر y صفر z صفر همون که اینه، v مون هم که اینه. نویسیم این معادله رو ببینیم چی میشه. میشه v1، این الان من اینجا بنویسم بدون نره، این هست v1 v2 v3، این هم هست x صفر y صفر z صفر. معادله همون پس میشه 2 در x منهای 1 به علاوه منفی 2، یعنی منهای 2 در y به علاوه 1 علاوه صفر که دیگه نمی نویسیمش، صفر در زد من های زد صفر که نمی نویسیمش، این مساوی صفر. پس این میشه معادله صفحه اول که معادله خیلی ساده هم شده، دو هم الان ساده میشه از این، میشه x من های y آیا چه جالب رسیدیم به همون صفحه که بالا به دست شده بودیم یا نه؟ ببینم الان نه میشه x، نه ببخشید اون نمیشه، میشه x منهای y مساوی با 2، درسته؟ پس این شد معادله صفحه مماس بر اون استوانه اولی در واقع. حالا کار مشابهی برای استوانه دومی هم باید انجام بدیم، معادله دومی یه صفحه دیگه به دست بیاریم، این دو تا صفحه در کنار هم یه خط رو تعیین میکنن، درسته؟ حالا این چجوری انجام میشه؟ فقط دوباره باید گرادیان این دفعه g بگیریم، g x و y و z میشه اون y2 به علاوه z2، گرادیان g تو x و y و z میشه صفر رو به علاوه صفر و 2y و 2z، پس تو نقطه 1 و منفی 1 و 1 میشه صفر و منفی 2 و 2، بعد دیگه دوباره معادله صفحه رو می نویسیم. این بار این در واقع v1 v2 v3 این هم x0 y0 0 هم این هم. دوباره این معادله صفحه گذرنده از یه نقطه به عمود برای بردار رو باید بنویسیم، میشه صفر ضرب در x منهای x0 که هیچی، منفی 2 ضرب در y منهای y0 به علاوه 2 ضرب در z منهای z صفر، این مساوی صفر. یعنی میشه چی؟ یه دو دوباره فاکتور میگیریم، میشه z منهای y مساوی دوباره 2، این هم میشه معادله اون یکی صفحه. پس در واقع جواب میشه این، جواب میشه خط با معادله، البته سوال معادله خط رو نخواسته، بردار مماس رو خواسته، بنابراین یه گام دیگه هم باقی میمونه. پس حالا فقط میمونه که چیکار بکنیم، بعد بردار مشترک این دوتا صفحه رو به دست بیاریم. در واقع حال باید بردار مشترک دو صفحه را بیابیم، که این کار رو جورای خیلی مختلفی میشه انجام داد. شما دو تا صفحه دارین، مثلا اینا یه خط مشترک دارن، میخوام یه برداری در راستای اون خط مشترک به دست بیاریم. مثلا میتونید با توجه به معادله اینا وای و یه عدد دلخواه بذارین، یه ایکس به دست میاد، اینجا هم یه زد به دست میاد، اون میشه یه نقطه روی فصل مشترک. بعد وای عدد دیگه بذارین، یه نقطه دیگه به دست میاد، بعد بردار واصله اینها میشه بردار مشترک دو تا صفحه.
مثلا میتونیم چی بذاریم؟ وای رو یه بار بذاریم صفر، ایکس میشه دو، زد هم میشه دو. وای رو یه بار بذاریم یک، ایکس میشه سه، زد هم میشه سه. بعد پس دو تا نقطه به دست اومد، این نقطه و این نقطه، این دوتا رو منها کنیم، بردارشون میشه چی؟ ایکس و وای، یعنی بردار سه و یک و سه منهای دو و صفر و دو، که میشه بردار یک و صفر و یک. بفرمایید. من قسمت وای برابر ایکس برابر دو، این دو تا ستون رو متوجه نشدم. یه بار دیگه بگین کدوم قسمت؟ آه اینجا رو، بله ببین گفتم ما دو تا صفحه داریم الان، خب میخوایم بردار مشترکشون رو پیدا بکنیم. خب چطوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ میتونیم دو تا نقطه که روی هر دو تا صفحه باشن پیدا کنیم، بعد برداری که اینو با اون وصل میکنه محاسبه کنیم. ایده اینه. حالا شما چجوری دو تا نقطه، اگه به شما بگن دو تا نقطه روی خط مشترک این دو تا صفحه پیدا کنید، چجوری این کار میکنید؟ این معادله های دقت کنید، هر وای بذارین یه ایکس به دست میاد و یه زد هم به دست میاد دیگه. وای دلخواه بذارین، مثلا وای بذارین صفر، چطور میشه چی؟ طبق معادله اول میشه دو دیگه، طبق معادله دوم زد میشه چی؟ زد هم میشه دو. مثلا این نقطه دو صفر و دو یه نقطه ای روی خط مشترک دو تا صفحه است. دفعه دیگه وای بزنید یک، یه هر عدد دلخواهی فهم نکن، و دوباره ایکس و زد رو به دست آوردیم، مثلا سه و سه. بنابراین این هم یه نقطه ای روی خط مشترک دو تا صفحه است. بنابراین بردار واصل اینا، یعنی تفاضلشون، چه برداری که در راستای هر دو تا صفحه است. درست شد؟ بله. برای اینجوری این قسمت رو خیلی جورای مختلفی میشه انجام داد. مثلا یه جور دیگه اینه که ما یه بردار عمود به صفحه اول داریم، یه بردار عمود به صفحه دوم داریم، میخوایم حالا یه برداری پیدا کنیم که به هر دو عمود باشه. حالا این راه هم تا اینجا که اومدیم بگیم، در واقع راه دوم اینه که راه دوم از یه جهت ساده تره. راه دوم اینه که ما دیدیم که در واقع اینجوری بگیم، سطح تراز معادله اول به چه برداری عمود بود؟ به بردار دو منفی دو صفر، این گرادیان F بود دیگه. معادله دوم گرادیان G شد دو و ببخشین بالاتر نمیشته بودم چند بود، صفر و منفی دو و دو، این شد صفر و منفی دو و دو. حالا بردار مماس باید بر هر دو اینا عمود باشه. بردار مماس بر منحنی مورد نظر باید بر هر دو بردار فوق عمود باشد. پس میگیم که مثلا ما دنبال یه بردار V1 V2 V3 هستیم که هم بر این عمود باشه هم بر این. وقتی میگیم عمود باشه یعنی ضرب داخلیشون صفر باشه، یعنی 2V1 منهای 2V2 صفر باشه. معادله دومی چی میده؟ معادله دوم میده منفی 2V2 به علاوه 2V3 هم صفر باشه. خب حالا ببخشید من اینو اشتباه نوشتم، از میخوام یک و یک و یک میشه. پس ما یه بردار ستایی میخوایم تو این دو معادله صدق کنه. دو معادله داریم و سه مجهول، کارمون خیلی راحته. مثلا وی دو رو یه چیز دلخواه بذاریم یا وی یک رو، فرق نمیکنه. مثلا وی یک رو بذاریم یک، فقط صفر نباید بذاریم چون بردار صفر که نمیتونه مماس باشه به هر چیزی، ما بردار غیر صفر رو مماس میخوایم. V1 رو میذاریم یک، از معادله اول V2 هم میشه یک، از معادله دوم هم V3 میشه یک. باره میرسیم به همون بردار یک و یک و یک.
اینجا مثلا دلخواه بود، شما ممکن بود به جای یک بذارید دو، یک بذارید دو، وی دو هم میشه دو، وی سه هم میشه دو، تناقضی هم نداره. وقتی شما منحنی دارین، اگه برداری بهش مماس باشه، مثلا دو برابر اونم بهش مماسه، منفی اونم بهش مماسه، هر ضریبی از اون در واقع بهش مماس خواهد بود. خب راه حلش طولانی شد سوال، الان ابهامی نیست در مورد این سوال. در واقع ابزارهای اصلی که استفاده کردیم، چیزی که تو هر دو راه مشترک بود گرادیان ها بود. گرادیان هر معادله رو حساب کردیم. حالا تو یک راه رفتیم معادله صفحه ها رو به دست آوردیم، بعد اشتراک گرفتیم. توی راه نه، یه راست گفتیم دو تا بردار داریم، یه برداری میخوایم که به هر دو عمود باشه. و خب برای عمود بودن هم طبق معمول از ضرب داخلی استفاده کردیم. اوکی. خب سوال 6 هم از جهت اینکه یه تابع ضمنی چند متغیره هست. جلسه پیش مثالای کرکریم همه اون متغیر ضمنیمون یه دونه بود، اینجا دو تا. از این جهت خوب سوال 6 هم حل کنیم. خب چی میگه؟ میگه که یه دستگاه داریم، دو معادله و چند تا متغیر، x و y و z و u و v، 5 تا متغیر. میگه که این نقطه‌ای که همه یک باشن، متغیرها همشون یک باشن، این توی معادله صرف میکنه، جایگذاری کنیم به وضوح صرف میکنه دیگه. اینو یک به علاوه یک به علاوه یک 3 میشه، یک به علاوه دو منهای یک 2 میشه. میگه که نشون بدید که در واقع در همسایگی این نقطه U و V تابعی از X و Z هستن. و بعد مثلا مشتق جزئی V رو نسبت به Y خواسته که حساب بکنیم. من فقط این رو توی چیز باز کنم که بتونم کپی کنم. آه خب این اصلا از صورت سوال داد میزنه که باید از قضیه تابع ضمنی استفاده بکنیم دیگه. همین که گفته تو همسایگی فلان میشه اینو به صورت تابع از اونش، معلومه که باید از تابع ضمنی استفاده کنیم. یادآوری کنیم تابع ضمنی رو از تو کتاب ورژن چند متغیره شد. خب کجا بود؟ در واقع اینجا میشد صفحه 350. بله اینجا بود دیگه. این قضیه است. خب ببینیم قضیه تابع ضمنی چند متغیره چی میگفت. میگفت شما M تا معادله دارید، M به علاوه N تا متغیر. اینجا M ما در واقع تو این مثال 2ه، N مونم 3، چون دو تا معادله داریم 5 تا متغیر. میگه که متغیرها رو دو دسته کرده، M تاشون رو اسم رو گذاشته Y، N تاشون رو گذاشته X، و میخواد اون Y ها رو به صورت تابعی از X ها به دست بیاره. خب ما اینجا معلومه دیگه، سوال خودش گفته میخواییم U و V رو، یعنی این دوتا رو به صورت تابعی از X و Y و Z به دست بیاریم.
خب پس این دستبندی متغیرها هم مشخص شد. شرطش اینه، میگه که برای اینکه بخوایم، برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم، لازمه که دترمینان این ماتریس ناصفر باشه. این ماتریس ببینیم چیه؟ ماتریسیه که مشتق، ماتریس جاکوبیه در واقع، اون معادله هاست نسبت به اون متغیرهای وابستهمون، یعنی اینجا میشه اون یو و وی. اینا الان وابسته ها هن، آزاد ها هن. بعد اف رو، دو تا اف داریم اینجا دیگه، این مثلا اف یک مونه، این اف دو مونه. الان اف یک رو نسبت به یو و وی مشتق بگیریم، اف دو رو هم نسبت به یو و وی مشتق بگیریم، یه چیز دو در دو میشه تو مثال ما. حالا اینجا ام در ام میشه، اون ماتریس دو در دو باید دترمینانش ناصف باشه، یا به عبارت دیگه ماتریس دو در دو باید بارون پذیر باشه. درسته؟ پس باید در واقع این ماتریس رو حساب بکنیم، روند F1 به روند U، روند F1 به روند V، روند F2 به روند U، روند F2 به روند V. خب اینو بیایم پس حساب بکنیم. حساب کردن این که ساده است، اول تو نقطه دلخواه حساب میکنیم، ولی بعدش لازمه توی نقطه خاص x ستاره و y ستاره دیگه. اینجا x ستاره و y ستاره همون هست، یک و یک و یک و یک، یعنی در نقطه یک و یک و یک و یک و یک بعد حساب کنیم. خب مشتق f1 نسبت به u که ساده است، فقط اینجا u داریم میشه xz. مشتق f1 نسبت به v، فقط اینجا v داریم میشه 2yv. مشتق f2 نسبت به u، اینجا فقط u داریم میشه منفی 2uv2. مشتق f2 نسبت به v هم هر دو جا اینجا و اینجا داریم میشه 2x منهای 2u2v. این شد مشتق، ماتریس مشتقات، یه ماتریس دو در دو. حالا تو نقطه 1 و 1 و 1، در نقطه 1 1 1 1 1 حسابش بکنیم میشه 1 2 -2 0. خب دترمینانش چنده این؟ این ضرب در این، این ضرب در این میشه 4 نامساوی 0. و شرط قضیه تابع ضمنی برقراره. وقتی شرط قضیه برقرار هست، پس میتونیم یو و وی رو در واقع پس میتوان در همسایگی یک اضافه است، چیکار کرد؟ یو و وی را به صورت تابعی از ایکس و وای و زد نوشت. این تا اینجا فهمه. تو همین مسئله که نوشتیم از کجا فهمیدی یو هم وابسته است؟ حالا خودش گفته روند یو به روند وای. نه نه، اصلا خودش لو داده. ببین گفته که نشان دهید می توان یو و وی را به صورت تابع از ایکس و وای زد نوشت. اونایی که میخوایم به صورت تابع بنویسیم وابسته ها میشن. بعد قسمت بعدی در واقع خواسته مشتق یکی از این متغیرهای وابسته رو نسبت به یکی از اون متغیرهای آزاد ما به دست بیاریم. حالا این باید بریم از قسمت دوم قضیه استفاده کنیم. خب آها، آره اینجا ببینید یکم بریم بالاتر، اینجا راهشو گفته. و یه راهی داره که نیازی به حفظ کردن هم نداره، چون یه میتونه الان فرمولش رو بنویسم، ولی مثلا اونو آدم باید حفظ بکنه، ولی اگر هم اون فرمول حفظ نباشه، یه راه خیلی ساده داره که الان توضیح میدم چجوری. ببینید اینا رو من پاک کنم دیگه. الان پس هدفمون چیه؟ الان هدفمون یافتن
مشتقات یو و وی نسبت به ایکس و وای و زد در همون نقطه یک و یک و یک و یک. خب ایده اینه بیایم دی بگیریم از این معادلات. دی وقتی میگیم یعنی مشتق کامل، توتال دریوتیو، یعنی مشتق وسط همه متغیرها. یعنی چی؟ یعنی در واقع از هر دو معادله دی میگیریم. خب و وقتی دی میگیریم سمت راست معادلات که ثابتن صفر میشن، فقط سمت چپ میمونه. حالا تو دی گرفتن فقط باید دقت کنیم دیگه، مثلا دی ایکس وای دو میشه چی؟ میشه میخوام برسیم به چیزی شبیه همینی که کتاب نمیشه، میشه وای دو دی ایکس به علاوه دو ایکس وای دی وای به علاوه از این دی میگیریم، میشه دی حاصل ضرب دیگه، مشتق حاصل ضرب دی ایکس ضرب در یو زد میشه زد یو دی ایکس ایکس یو دی زد خدمت شما عرض کنم که زد ایکس زد دی یو. خب جا کم آوردیم، از این هم باید دی بگیریم، یه دونه وی دو دی وای میده، بعد مشتق مساوی وی که بگیریم وای وی دی وی میده، این مساوی صفر. معادل دوم همین کار رو بکنیم، بعد اینا رو ساده کنیم. معادل دوم میشه 3x2 yz dx بعد xz dy xy dz 2x dv 2v dx منهای 2u v 2du منهای 2u 2v dv مساوی صفر. خب امیدوارم متوجه باشین چی کار میکنیم. خب حالا دقت کنین، یه سری تو این عبارت که نوشتیم یه سری دی داریم، خب یه سری متغیر عادی داریم. خب این دی ها رو من همه رو آخر نوشتم که جدا باشه. دی هر پنج تا متغیر هم اینجا ظاهر شده. حالا وقتی میخوایم مثلا فرض کنیم الان سوال از ما خواسته که میخواهیم دی چی به دی چی رو حساب بکنیم، میخوایم مشتق میخوایم روند ببخشید سوال کجا بود، سوال اینجا روند وی به روند وای رو حساب بکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی این که میخوایم سه تا متغیر آزاد داشتیم دیگه، x و y و z. وقتی میگیم مشتق جزئی یعنی بقیه متغیرها رو ثابت فرض میکنیم، فقط اون متغیری که داریم مشتق میگیریم و میذاریم باشه. پس باید d x و d z را صفر بگذاریم. خب تو این معادله دی ایکس و دی زد رو صفر میذاریم، ببینیم چه معادله ای به دست میاد. جملاتی که دی ایکس دارن دیگه حذف میشه، فقط دی وای دارا میمونه، میشه دو ایکس وای دی وای و علاوه این حذف میشه، این حذف شد، این حذف شد، این حذف شد، اینا باقی میمونه دیگه. بنابراین میشه به علاوه ایکس زد دی یو و علاوه وی دو دی وای علاوه y v d v مساوی صفر. معادل دومی چی میشه؟ این حذف میشه، این حذف میشه، این حذف میشه، میشه x z d y علاوه 2 x d v منهای 2 u v 2
بی یو به نهای دو یو دو وی دی وی مساوی صفر. به این معادله رسیدیم که ساده تره. حالا ما میخواییم روند وی به روند وای حساب بکنیم، یعنی دی وی به دی وای. خب بیایم چکار کنیم؟ حالا کاری که میتونیم مقدار گذاری هم بکنیم، نقطه یک و یک و یک و یک و یک هستیم دیگه. باز معادله ساده تر میشه، میشه دو دی وای به علاوه دی یو به علاوه دی وای به علاوه دی وی مساوی صفر. اینجا هم میشه دی وای به علاوه دو دی وی منهای دو دی یو منهای دو دی وی مساوی صفر. خب یه چیزایی هم با هم یکی میکنیم، اینجا مثلا دی وای دوتا داریم میشه سه دی وای به علاوه دی یو به علاوه دی وی مساوی صفر. اینجا هم دی وی با دی وی ساده میشه، میشه دی وای منهای دو دی یو مساوی صفر. خب بعد میتونیم چیکار بکنیم؟ الان یه دی وای داریم که دی متغیر آزاده، دوتا هم دی متغیر وابسته داریم، کلا تقسیم دی وای میکنیم. بعد به جای دی یو به دی وای میذاریم روند یو به روند وای، میشه سه به علاوه روند یو به روند وای به علاوه روند وی به روند وای مساوی صفر. اینجا هم میشه یک منهای ببخشید این باید یو می بود، یک منهای دو تا روند یو به روند وای مساوی صفر. رسیدیم به یه دو معادله دو مجهول برای روند یو به روند وای و روند وی به روند وای که دیگه این حلش ساده است دیگه. الان معادله دومی داره میده که روند یو به روند وای هست یک دوم، بعد یه دوم رو جایگذاری کنیم اینجا، معادله دومی میده که روند وی به روند وای هست منفی سه منهای یک دوم میشه منفی هفت دوم. یعنی جواب سوال میشد منفی هفت دوم. خب این یک راهی که نیاز به هیچ گونه حفظیاتی نداشت دیگه، فقط باید از معادلات ضمنیمون دی بگیریم، بعد اون متغیرهایی که نمیخوایم تو مشتق جزئیمون باشن، متغیر آزادی که قرار نیست باشن رو صفر بذاریم، دیشون رو به یه دو معادل دو مجهول برسیم که اونو حل بکنیم و مشتق جزئی ها به دست بیاد. خب اما حالا خوب راه دیگه ایش هم که در صورتی که در واقع فرمولش آدم حفظ باشه میتونه استفاده بکنه اونم بگیم. البته به نظر من راحت ترین راه همینه، چون اون یکی راه نیازمند محاسبه وارونه ماتریسه. حالا بذار اونجوری که کتاب نوشته بگیم. ببینید ما الان توی مثال خاص گفتیم، بریم مال کتاب ببینیم. اینجا کتاب اومده در حالت کلی انجام داده این دی گرفتن رو، میگه شما M تا معادله دارین، وقتی دی بگیریم از اینا چی میشه؟ سمت راستا که خب صفر میشه همونطور که گفتیم، سمت چپا چی میشه؟ از این وقتی دی میگیریم هر بار میشه مشتق اف یک نسبت به یکی از آرگومان ها ضرب در دی اون آرگومان. خب پس مثلا اولیش از روند اف یک به روند وای یک ضرب در دی وای یک، همجوری تا روند اف یک به روند وای ام ضرب در دی وای ام، بعد از اونجا بعد متغیرهای مستقل شروع میشه روند اف یک به روند ایکس یک تا روند اف یک به روند ایکس. همینطور برای همه معادله این کار انجام میده. الان اون وقت میاد همه این مشتقای اف یک به روند وای یک و اینها رو تو اون نقطه داده شده وای ستاره ایکس ستاره حساب میکنه که برای ما بود یک 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 یک. بنابراین اینا همه میشن عدد، این ضریبا همه میشن عدد. تنها مجهولایی که تو این معادله ها میمونه اون دیاست، دی وای یک تا دی وای ام، دی ایکس یک تا دی ایکس ان. بنابراین اتفاقی که انگار افتاد اینه که ما یه دستگاه معادله غیر خطی رو با دی گرفتن تبدیل کردیم به دستگاه معادله خطی، و یه دستگاه معادله خطی دیگه وقتی ام به علاوه ان تا معادله خط ببخشید ام تا معادله خطی داشته باشیم از ام به علاوه ان متغیر، میتونیم ان تا از ام تا از متغیرها رو بر حسب ان تای دیگه بنویسیم، که اینو به شکل ماتریسی اینجوری اومده گفته، گفته که این قسمت رو در نظر بگیریم
ذرایبش چیان؟ ذرایبش اگه دقت کنین همون ژاکوبیه که ما دترمینانش رو گرفتیم صفر نبود، یعنی این دترمینان این ماتریس بود دیگه. پس انگار میتونیم به شکل ماتریسی اگه بخوایم بنویسیم اینو این شکلی بنویسیم، میتونیم بگیم این انگار ضرب شده توی از اینجا تقلب کنیم، ضرب شده توی این ماتریس مساوی شده با چی؟ بقیه رو ببریم سمت راست، ببریم سمت راست منفی میشه، میشه پس منفی اینجا این عبارت. حالت کلی اگه بخوایم بنویسیم همین چیزی میشه. خب این ماتریس رو که ما حسن حساب کردیم بالا، یادم نیست چی بود پاکش کردم، یه ماتریس 2 در 2 بود. این هم مشابهن، این مشتقا رو هم مشابهن میتونیم حساب بکنیم و این عبارت رو بنویسیم. پس یه در واقع این همون دو معادله دو مجهول است به فرم ماتریسی، و به فرم ماتریسی وقتی میخواستیم معادله رو حل بکنیم میتونستیم از وارون ماتریس استفاده بکنیم، این میشد و این نهایتا این میشه، یعنی dy1 اون متغیر وابسته میشه به صورت یه همچین ماتریسی. وقتی این ضرب ماتریسی رو حساب بکنیم سمت راست همه dx و dy و dz به دست میاد، یعنی عملا با این محاسبه چه اتفاق میفته؟ همه یک جا همه دی یو و دی وای، دی یو و دی وی تو مثال ما بر حسب دی ایکس و دی وای و دی زد به دست میاد. حالا من دیگه محاسبه رو انجام ندادیم، ضریباشو خالی میذارم، اون خالی ها رو وقتی حساب بکنی یه سری عددهایی میشه. خب وقتی این به دست اومد، حالا شما خیلی راحت اگه دی یو مثلا به دی روند بذاریم، روند یو به روند وایو بخوای، میای این ضریب رو نگاه میکنی. اگه مثلا روند وی به روند زد رو بخوای، این ضریب رو نگاه میکنی. مثلا روند وی به روند ایکس رو بخوای، این ضریب رو نگاه میکنی. هر 6 تا مشتق جزئی که داریم اینجا یه راست به دست میاد، یعنی روند U و V به روند هر کدوم از X و Y و Z 6 تا مشتق جزئی میشه که همه از انجام این اثر ضرب ماتریسی به دست میاد. این هم راه دوم. ولی خب راه اول کوتاه‌تره، اما راه دوم بالاخره سیستماتیک تره، خصوصا اگر همه مشتق جزئی رو از ما بخوان، خب راه دوم بهتر. خب این اوکی، سوالی نکته اگر هست اجازه این هم بفرمایید. خب اگر نکته ای نیست، من فهم کنم دیگه از بحث مشتق جزئی و اینها و مشتق تاب زمینی بعض کافی مثال حل کردیم. به ترتیب درس اگر پیش بریم، بحث بعدیمون در واقع بهینه‌سازی غیر مقید هست. من اگه اشتباه نکنم، البته شما شاید یادتون باشه بگین، ما اول بهینه‌سازی غیر مقید رو گفتیم، بعد تو اون رسیدیم به مشتقات مرتبه دوم و هسیان و فرمای مربعی و اینها، درسته؟ آره. بنابراین پس بیایم برای جلسه بعد، ولی خب تقریبا هر دو رو از جلسه بعد ازشون مثال حل میکنیم. بنابراین جلسه بعد ما موضوعش خواهد بود فصل 17 به علاوه این قسمت از فصل 16 تا قبل از کانسترینتش، یعنی تا آخر 16 دو.
16 و 16 دو و فصل 17 جلسه بعد از این تمرین حل خواهیم کرد. 16 سه رو توی قسمت مقید بعدا بهش میرسیم.